امشب در سر شوری دارم، امشب در دل نوری دارم، باز امشب در اوج آسمان رازی باشد با ستارگانم. امشب یک سر شوق و شورم، از این عالم گویی دورم. امشب یک سر شوق و شورم، از این عالم گویی دورم. از شادی پرگیرم که رسم به فلک. من مجبوری بخونیم. از شادی پرگیرم که رسم به فلک، سرود مستی. سلام. سلام، خوش آمدی. متشکرم، وقت بخیر. هیچ کس نیست؟ معمولا اینجا سر زهرا خلوته. بفرمایید. متشکرم. چی میل دارید؟ اینجا همه چیز تمیزه، چون من خودم اداره میکنم. حتما همینطوره. عرض کردم چی میل دارید؟ آبم، چای و کیک. از همون کیک های خانوادگی تو. خودت تو درست میکنین دیگه نه؟ گاهی من درست میکنم، گاهی دخترم. حتما بهداشتی هم دیگه. بله. قهوه تلخ یا شیرین؟ سفارش گرفتی؟ چی میخواد؟ یه قهوه، خودم میریزم، خودم هم میبرم. محاله اگه بذارم؟ محاله؟ پس من اینجا چی کارم؟ شما بفهمید، بشین استراحت کنی، خودم میبرم. خواهش میکنم شما زحمت نکشید. شما اون کاری که باید انجام میدادید انجام بدید. من که معذرت خواهی کردم. کجایی؟ کی از خونه در اومدی؟ با تاکسی رفته دیگه ها؟ این صدا کیه؟ آها. چرا میگم چرا حالا جواب سربالا میدی؟ به من مربوطه. همه چیز شما به من مربوطه. این پنبرم از گوشت در بیار که بتونی از شرم خلاص شی. چی؟ الان تو دفتر کارم. یه جلسه مهم دارم. رأس ساعت 7 خونه باشه یا گفته باشن؟ الو؟ 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 سلام. سلام. خواهش میکنم. ببخشید، متوجه نشدم، داشتم با تلفن حرف می‌زدم. یه کمی از حرفاتو شنیدم. البته قصد فضولی نداشتم. مشترک مورد نظر در دسترس نیستم. تو جلسه مهمی هستی؟ اینطوری بهتره. بعدتر حرف می‌زنیم. بدون مزاحمت. قهوه می‌خوری؟ ببخشید. چایی و کشمش. شما زحمت نکشید، من میبرم. دست شما درد نکن. سلام، روز بخیر. قهوه شما. کیک برای شما. متشکرم. شکر اگر خواستی. لطفا یه قهوه دیگه. تلخ؟ شیرین. چایت که یخ کرد.
من تا حالا کی چایی به این کم رنگ خوردم؟ چشم؟ الان پر رنگش میکنم. راستی قهوه. میتونم ازت خواهش بکنم کیفتو از روی میز برداری؟ تازگی ها به یه نتیجه ای رسیدم آقای جباری. این که آدم ها عوض نمیشن. چی میگن این روانشناس ها که آدم ها تحت تاثیر محیطشون قرار میگیرن؟ اصلا عوض نشدی. اشتباه میکنی. هنوزم وسواسی؟ من فقط بسیار تمیز و مرتبم. برعکس سرکار خانم. خب بله البته. حوله ها همه یه اندازه. ریشه های فرش شونه زده و مرتب. کیسه زباله توی کیسه دیگه، اون کیسه هم توی کیسه بزرگتر. لکه روغن اگه میریخ رو گاز، وای گناه کبیره. سر تا پای من ایراد. تو قبلا خودتو خیلی قبول داشتی. معلومه، ولی تو رو اصلا قبول نداشتی. پس بی حسابی. خدمت شما. ممنونم. با کی داشتی اونطوری حرف میزدی؟ به شما مربوطه؟ از یه جهاتی و به یه دلایلی شاید. زندگی ما دو نفر مثل دو تا خط موازی میمونه که هیچ وقت به هم نمیرسه. از این بابت که خیلی خوشحالم. هنوز دلخوری؟ نباید باشم. تحمل قهر کردن تو رو ندارم. پس یه کاری نکن که اینجوری بشه. تازگی تو چرا اینجوری شدی؟ چرا اینقدر دل نازک شدی؟ 40 سال شما به یاد داری من نازکتر از گل به شما گفته باشم. بعضی وقتا اینقدر دستت آسی میشم. مثل امروز صبح. 40 سال بهت میگم حرفتو تو دلت نگه ندار، بریز بیرون. اما تو از همه رو درواسی داری، حتی از بچه های خودت. خب چی کار بکنم؟ بچه منه، حمایتشون نکنم؟ پس من چی؟ من آدم نیستم؟ مگه تو به من قول ندادی امسال منو یه طرفی ببری؟ زیارتی؟ سیاحتی؟ خب نشد خانم، نشد. چی کار بکنم؟ هر بار ما نیت کردیم یه جایی بریم، خواستیم یه حرکتی بکنیم، یه طرفی بریم، یه مشکل پیش اومد. از بابت زیارتم شاید آقا نطلبیده. آقا طلبیده؟ جناب عالی همتشو نداشتی. چای کمرنگ میخوری؟ دیش میش مردم از بس چای خوردم. یه جور قیافه حق به جانب به خودت میگیری که آدمو شرمنده میکنه. تلخه. تو هنوز مزه دهنه تلخه؟ بعد معالجه شیا؟ حالم خوب میشه خانم دکتر؟ طول میکشه، فقط امیدوارم زندگی دیگرانو تلف نکنی. تو که تلف نشدی، زودی خودتو خلاص کردی. عقل داشتم جانم. اما قلب نداشتی. همجور بی خود بی جهت راهمو کشیدم و رفتم. بهانه گرفتی که بری دنبال زندگیت. البته بعد از اینکه دلم خون شد از دست کنم. چیه زنگ زدی قرار گذاشتی تو هم بیام اینجا پرونده قدیمی رو بکنی و عیبای منو به رخم بکشی ها؟ بشین باهات حرف دارم. ما باید قبلا با هم حرف می‌زدیم. تو گوش شنوا داشتی؟ من داشتم. من زندگیمو دوست داشتم. این تو بودی که همیشه هوای رفتن دو سرت بود. خیلی بی‌انصافی. خیلی بی‌انصافی. هر بار خواستم باهات حرف بزنم خزیری تو پیله تنهاییت. من حوصله بحث کردن نداشتم و ندارم. از نتیجهش میترسی؟ آره میترسم. من آدم ترسویی هستم. راضی شدی؟ حالا اگه حرفی نداری من میخوام برم. خیلی حرف رو باهات دارم که البته دیگه به درد زندگی من نمیخوره، ولی واسه تو مفیده. بهتره گوش کن. چی شد؟ یه لیوان شکست. فدای سرت. خودم جمعش میکنم. نه خودم جمع میکنم. شما خدای نکرده دست میبرید.
اوه خدا مرگم بده. بذار ببینم چی شد. بیا یه اینه بگیر. خیلی خب بابا جان هول نکن. خب بذار ببینم درست چی شده. چرا میخندی؟ معنی قهر کردنم فهمیدی؟ خوبه خوبه من اصلا هم باداشتی نکردم. برای یه زخم کوچیک بفرما خوب شد. اینقدر نگران میشی. وای بداد این که یه اتفاق برام بیفته. اولا که خدا نکنه. خدا اون روز نیاره که بر تو اتفاق بیفته. دوما دوست داشتن من چیکار داره به قهر من؟ اگه من تو رو دوست نداشتم که اصلا باهات زندگی نمیکردم این همه سال. یک چای کمرنگ براتون بیارم؟ پررنگ باشه. چقدر خوبه که دوتا آدم تا آخر عمرشون خوب و بد و تلخ و شیرین زندگی همه چیزش رو با هم تجربه کنن. تا وقتی که بچه هاشون کوچیکن رو سر و کولشون بازی میکنن. بعدم که اونا بزرگ شدن رفتن سراغ خونه زندگیشون یه بار دیگه یه جور دیگه اما این بار خیلی عمیق‌تر به هم می‌رسن. نسترن پشیمونی؟ برای من و تو دیگه راهی نیست. چرا گذاشتی رفتی؟ 8 سال باهات جنگیدم. حرف حساب تو گوشت نرفت. بخواستی من عوض کنی نه؟ نه قصدم فقط رو به راه کردن زندگیمون بود. یه جوری که هر دومون راضی باشیم. من راضی بودم؟ نه نبودی محسن که به زمین و زمان پیله میکردی. من فقط یه خون زندگی مرتب میخواستم مثل همه مردم. تو لاپوشونی میکردی. من چی داشتم که پنهان کنم؟ یه مشکلی که فکر میکردی خیلی بزرگه. من مشکلی نداشتم. این وسواسات عجیب آدم رو دیوونه میکرد. من وسواسی نبودم. مگه نرفتیم دکتر؟ اون که خودش دیوانه بود. معالجه میشدی اگه میخواستی. دکتر بردنای تو که تمومی نداشت. بعد مشکل و اساسی حل میکردیم. 3 سال دائم تو گوش من خوندی که عیب و ایراد دارم. بی انصاف حتی یه لحظه هم فکر نکردی شاید ایراد از تو باشه. 10 تا دکتر رفتم. 10 جور آزمایش مختلف دادم. ولی همشون یه چیزو گفتن. من سالم بودم. مزخرف نگو. جواب آزمایش رو به چند تا فوق تخصصم نشون دادم. دروغ میگی. تو بچه دار نمیشی. خودت هم میدونستی. ته دلت گواهی میداد ولی انکارش میکردی. نمیخواستی حقیقت رو قبول کنی. واسه همینم مدام بهانه میگرفتی. بهت گفتم دنیا که به آخر نرسیده. یه بچه قبول میکنیم. همه شرایطش هم داشتیم. برای بچه رفتم لباس گرفتم. یادته؟ سیسمونیش هم آماده کردم. تا اون روز که اومدم خونه و دیدم همش رو جمع کردی. من عیبی نداشتم. اشتباه تو دوباره تکرار نکن. منظورت چیه؟ انقدر بی‌رحم نباش. قبول کن که مشکل داری. باور کن این ته خط نیست. تازه اول راهه. بله. سلام خودم هستم. الان نمیتونم بهتون بگم قبول میکنم یا نه. خب از شرایط شما رو بشنوم. خواهش میکنم نه. من خودم باهاتون تماس میگیرم. خودم تماس میگیرم. نه خیلی زود خواهش میکنم. خداحافظ. ببخشید. میتونم ازت یه چیزی بپرسم؟
از زندگیت راضی؟ چه جورم؟ شوهر نکردی؟ نه، ولی تو این سالها خیلی کارا کردم. خوشبختی؟ زندگی کنار اومده. من ازدواج کردم. میدونم. از کجا؟ حد زدم. ولی به نظر بیشتر از یه حدسه. آره، بیشتر. محسن، به آدم ها اعتماد کن. سوء زن رو کنار بذار. با کی رفتی، با کی برگشتی، کجا بودی، فاش. من باید بدونم تو خونه و زندگیم چی میگذره. زندگی تو خراب نکن. یه بار این کارو کردی. اصلا میخوام یه چیزی ازت بپرسم. بپرس. دوستم داشتی؟ برای مهمه، میخوام بدونم. هنوزم این عادتو دارم، ولی الان دیگه فایده ای نداره. تو متعلق به مریمی، براش کم نذار. تو اونو میشناسی؟ موکل منه. یعنی تو؟ وکیل پایه‌ای که دادگستری. مریم از طریق یکی از دوستان به معرفی شد. وقتی که مدارکش رو دیدم، بعد از اسم من اسم اون بود. فهمیدم زن توه. بعدم توطئه کردی ها؟ نه، اون از این قرار هیچی نمیدونه. آزارش نده. تمیزه، همه چیز تمیزه. اگه اینجا تو عوض کنی، لاغل سعی تو بکن. اینا رو بین دوستات پخش کن. تبلیغات حرف اولو میزنه. بهشون بگو زن سابقم شده وکیل زن جدیدم. راستی، یه صورت حساب برات میفرستم. البته این دفعه رو منصفانه حساب کردم، به خاطر سابقه فامیلی. ولی دفعه دیگه، که امیدوارم دفعه دیگه ای در کار نباشه، از موکلم دفاع میکنم طبق قانون. محسن، به زنت احترام بذار، ارزششو داره. الو، سلام. کجایی؟ نه نه، اصلا مهم نیست کجایی. بهم بگو ببینم تو خوبی؟ امشب نمیخواد شام درست کن. میریم بیرون با هم شام بخوریم. همین که پیش هم باشیم، همین که فرصتی باشه، همین که گاهی چشمامون تو چشم آسمون.